چپ یا راست معنیشون چیه؟ حتما بین رفقا یا بستگانتون یا پای بحثای سیاسی توی رسانه ها این دوتا کلمه رو شنیدین و ممکنه مثل من گاهی با خودتون فکر کرده باشین که دقیقا به کی میگن چپ و به کی میگن راست امروز در مورد تعاریف و ریشه های این دوتا کلمه بیشتر با هم حرف میزنیم سلام من محسنم و اینجا کانال خودتون جو پادکسته هر دوی این کلمات برای اولین بار توی انقلاب فرانسه در قرن 18 هم استفاده شدند جایی که استبداد پادشاه فرانسوی ها یعنی لویی 16 هم طرفدارهایی داره اما مخالفین زیادی رو هم علیهش بسیج کرده توی پارلمان فرانسه مردم دو دسته شدن اونایی که سمت راست نشستند، در واقع وفادارای به پادشاه و نظام سلطنتی هن که اکثرا ثروتمندن و نمیخوان که نظام سلطنت تغییر کنه کسایی که سمت چپ نشستن قشر فقیری هن که عمیقا دنبال تغییر انقلابی توی سیستم موجودن اگه میخوای دقیقا بدونی که چه اتفاقی توی این دوره افتاده حتما برنامه دوم انقلاب فرانسه جو رو هم ببین اینجوریه که تعریف راست و چپ شکل میگیره برای جناه راست از کلمات دیگه ای مثل حامیان نظام موجود یا محافظ کار استفاده میشه و برای جناه چپ هم از کلماتی مثل اصلاح طلبان یا انقلابیون از اون زمان تا امروز تغییرات کمی در معنای این واجه ها ایجاد شده و میشه اونا رو به بهترین نحو با ایدئولوژی احزاب سیاسی امریکا توضیح داد امریکا دو تا حزب اصلی سیاسی داره به اسم دموکرات و جمهوری خواه دموکرات ها به عنوان حزب جناه چپ و جمهوری خواهان به عنوان حزب جناه راست شناخته میشن ویدیوی اولاغ ها یا فیل ها رو هم از دست نده که خیلی دقیق و جذاب این جریانات رو برای توضیح میده خب برگردیم به ماجرا و ببینیم فرقای این دوتا کلمه با هم چیه آدمایی که به حزب جناه چپ تعلق دارند خیلی قاطع میگن که دین باید از سیاست جداشه از ازدواج همجنسگراها حمایت میکنن و با مجازات اعدام مخالفن اونا میگن درها باید به روی مهاجرین باز باشه مالیات سروتمندا باید افزایش پیدا کنه و به طور کلی از جهانی شدن یا گلوبالیسم حمایت میکنن طرفدارای جناه راست توی این زمینه ها اکثرا نظریاتشون مخالف حزب جناه چپه اونا میخوان که دین و حکومت دستشونو به هم بدن و کشور تحت یه مذهب رسمی دولتی متحد بشه مخالف سخت جنینن و میگن مالیات باید به حداقل برسه تا همه به نوآوری و کارآفرینی تشویق بشن اونا در واقع توی خیلی از ابعاد فکریشون از ایدئولوژی کاپیتالیستی یا سرمایهداری حمایت میکنن مخالف مهاجرتن و میخوان هر جوری که شده مهاجرت به کشورشون رو محدود کنن و فرهنگ ملیشون هم براشون خیلی مهمه اینجوریه که بهشون محافظ کار هم گفته میشه البته این اتفاق هم توی دنیای امروز عادیه که یه نفر از یه حزب سیاسی یا اصلا خود اون حزب بعضی از نظرات جناه چپ و بعضی از نظرات جناه راست رو بپذیره و ازشون حمایت کنه اما در نهایت وقتی که میخوایم ببینیم اون حزب چپه یا راست باید اینو در نظر بگیریم که ایده هاش بیشتر به کدوم طرف گرایش داره اگه این ویدیو به نظرت با ارزشه پس حتما لایکش کن و به جمع جو پادکستی ها اضافه شد تا در کنار هم کمی بیشتر به اتفاقات تاریخی فکر کنیم اینجا ما با پیشنهادات دوستای خوبمون در حال یادگیری و به خاطر سپردن جریانات تاریخی هستیم همراه ما بمون ایدئولوژی های چپ و راستو میشه جور دیگه ای هم طبقه بندی کرد مثلا جناه چپ اقتصادی یا راست اقتصادی یا جناه چپ اجتماعی و راست اجتماعی توی بخش اجتماعی موضوعات مورد بحث بیشتر مربوط به مذهب، سخت جنین و ازدواج همجنسگیره هاست توی بخش اقتصادی مسائلی که جناح چپ و راست از هم جدا میکنه بیشتر مربوط به میزان دخالت دولت در اداره اقتصاد کشوره هرچی که دولت بیشتر توی امور اقتصادی دخالت کنه بیشتر به سمت ایدئولوژی های جناه چپ گرایش وجود داره و دخالت کمتر دولت توی اقتصاد به معنی حرکت و گرایش به طرف ایدئولوژی های جناه راسته بیا این یکم با مثال حرف بزنیم تا قضیه روشنتر شه ایدئولوژی کمونیستی به عنوان یه ایدئولوژی جناه چپ افراتی تعریف میشه چرا که کمونیست ها میگن دولت باید روی اقتصاد کنترل کامل داشته باشه سوسیالیسم و میشه به عنوان چپ میانه تعریف کرد چون ایدئولوژی سوسیالیستی معتقد به کنترل نسبی دولت روی اقتصاد و امورات کشوره کسایی که توی دسته راست میانه و راست افراتی قرار میگیرن معتقدن هرچی کنترل و دخالت دولت توی اقتصاد کمتر شه برای کشور و مردم بهتره اونا با اطمینان میگن که بازارها هرچقدر از قید دولت آزادتر باشن رقابت و شکوفایی توی اقتصاد بیشتر میشه اگه دقیق تر بخوام بگم شاید بهترین گزینه وسط یا میانه باشه نه ایدئولوژی جناه چپ کامله و نه ایدئولوژی جناه راست تاریخ بهمون به یادآوری میکنه که چپ های توی کشورهایی مثل روسیه و چین چه نتایج فاجعه باری و رقم زدن از استالین و ماو ما توی همین کانال خودمون کلی حرف زدیم و دیدیم که عمل کردشون تحت لبای کمونیسم چطور سالها کشور و مردمشون رو تحت تاثیر قرار داده در مورد راست های افراتی هم که خب خیلی از کشورهای خاورمیانه میانه که دینشون گره خورده با سیاستشون به عنوان نمونه جلو رومونن پس دنبال کردن یکی از این دوتا بعیده که به جای خوبی ختم بشه اما بیایید ببینیم که اگه به نفع اون نقطه وسط یا میانه عمل کنیم چی میشه مثلا از نظر اقتصادی جناه راست باشیم تا بازار آزاد شکل بگیره مثل کشورهای نوردیک توی شمال اروپا فنلاند سوئد هلند و باقیشون اما مثلا در مورد آموزش و بهداشت بهتره که با جناه چپ پیش بریم تا دولت با کمک مالیات های بیشتر این خدمات رو به سمت کیفیت بیشتر و رایگان شدن پیش ببره باز در مورد مهاجرت بهتره که به جناه راست مراجعه کنیم تا قوانین مهاجرتی باعث محدودیت بشه و نظر اتفاقی که توی این دو دهه اخیر برای اروپا افتاده برای ما تکرار بشه خب مثلا بر اثر جنگ های میانه توی سوریه، عراق و افغانستان در همین دو دهه مهاجرت های چند میلیون نفری اتفاق افتاده که بر اثر استفاده از قوانین جناه چپ و نبودن قوانین بازدارنده هزینه های کلانی رو به اروپایی ها تحمیل کرده که مهمترینش افسایش میزان جرم و جنایت بوده در مورد فرهنگ هم باز دوباره به نظر میرسه که استفاده از دیدگاه جناه راست کار درست تریه همینطور میشه در مورد مسائل مختلف بین این دوتا جناح بهترین رو انتخاب کرد و به بینقصترین سیستم برای اداره یک کشور رسید حتما نظر تو توی کامنت ها برام بنویس با جو پادکست تاریخ رو ببینیم و بشنویم